ایسنا اعلام کرد که دولت یا مجلس آمدن یک طرحی رو اعلام کردن یا مطرح کردن اینکه عوارض خروج مسافران از کشور رو افزایش بدن. این یک مسئله خیلی جالبی هست. حالا من که در یک کشور دیگه هستم میام تفاوت بین سیاست های یک کشور رو با سیاست های کشورهایی که کم توسعه یافته تر هستن کشورهای دیگه میام مقایسه میکنم. واقعا خیلی جالب هست که شما برای کسانی که حالا برای تحصیل دارن میان، برای که مسافرت دارن میان و در واقع تشویق صنعت توریست، این صنعت توریست فقط این نیست که شما افراد بیان از کشور شما دیدن بکنن، این صنعت توریست اهدافی داره، اینکه شما به شهروندان شما برن با کشورهای دیگه ببینن، مراوده بکنن، با فرهنگ اونها آشنا بشن. این یک بحث دو طرفه است، بحث یک طرفه نیست. اینها میان در واقع حتی یک سری خدمات، یک سری چیزهای تشویقی رو برای کشور خودشون در نظر میگیرن. وقتی میگم کشورشون، به جز جمهوری اسلامی هست. مثلا در این کشوری که من هستم، کشور ایتالیا، جالب هست برای سالمندان خود، برای بازنشستگان خودشون، نه تنها اینا عوارض خروج نمیگیرن، بلکه در سال دو بار برای بازنشستگان تمهیدات یا یک سری چیزهای تشویقی قائل هستن، شامل یک سری در واقع کمک هزینه های مالی میدن، یک سری بلیط های ارزان قیمتی میدن، تورهای مخصوص در واقع کسای بازنشستگان هست که این تورها با قیمت های بسیار نازل، با کمک هزینه هایی که خود دولت در واقع پرداخت میکنه، این سالمندان رو در واقع تشویق میکنن که شما برین به در کشور، در به سفرهای در داخل کشور یا به کشورهای دیگه و اونجا رو ببینین، این کشورها رو ببینین، هم شما سفیر کشور ایتالیا میشین در کشورهای دیگه و هم شما با دیدن این کشورها، با آشنا شدن فرهنگ اونها، دید بازتری پیدا میکنین، به لحاظ خلق و خو در واقع شرایطتون بهتر خواهد شد و خب طبیعتا بر روی روحیات اینها و روی در واقع دیدگاه اینها تاثیرگذار هست. یا مثلا شما در اتحادیه اروپا، در واقع پارلمان اروپا طرحی رو تصویب کرد که برای بیش از 100 هزار جوان اروپایی، اینها آمدن یک سری سفرهای در واقع رایگان ترتیب دادن، که چون کسایی می آمدن در یک جایی یک سایت ثبت نام میکردن، مشخصان خودشون می نوشتن و به اینها یک سری در واقع خدماتی شامل کمک هزینه و یک سری در واقع بلیط های ارزان قیمت داده میشد تا اینها برن در اروپا بگردن، برن سیاحت بکنن، ببینن، در واقع به عنوان توریست در کشورهای مختلف سفر بکنن و اقامت بکنن. در جاهای مختلف هم شما میبینید، من این سیاست ها رو در چین، در روسیه، در آمریکا، در کانادا دیدم که چه مشوق هایی برای سفر کردن و شهروندان خودشون قائل هستن. حالا در جمهوری اسلامی ایران ببین در واقع تفاوت چی هست. در جمهوری اسلامی ایران کسی میخواد بره کربلا، بهش در واقع میان و ارز دولتی یا ارز ارزان میده. شما میخوای بری حج، ارز ارزان میده. اما شما میخوای بری مسافرت غیر از اینجا میخوای بری، شما باید دلار، حتی از دلار در واقع آزاد هم یکم گرانتر بخری. شما میخوای بری مسافرت باید عوارض خروج پرداخت بکنید. باز این عوارض رو حتی قبلا بود، الان چیز ترش کردن. شما میخوای بری مسافرت با یه پاسپورت مواجه هستی، این پاسپورت هیچ اعتبار هیچ جا نداره، باید کلی هزینه بدی، رشوه بدی که به شما یک ویزای شنگن بدن، به شما یک ویزای یک کشور در واقع درجه چندم حتی بدن که شما بتونی بری در واقع مسافرت بکنی. شما میخوای بری مسافرت، کلی به دید امنیتی به شما نگاه میکنن که شما رفتی اونجا با کیا، رفتی با کیا، آمدی با اونجا با کیا صحبت کردی و امثال هم. و نهایتا اونقدر هزینه های یک سفر رو، هزینه های مادی و غیر مادی یک سفر رو برای یک ایرانی رو افزایش میدن و زیاد میکنن که عملا ایرانی ها در واقع به قول من میگن لقاه سفر کردن و عطاش به لقاهش میبخشن. و در داخل چی منتظر ایران هست؟ در داخل هم یک ایرانی هر روز باید به قول برخی دوستان من میگن هر روز که ما صبح بلند میشیم منتظر یک اتفاق ناگوار هستیم، هواپیمایی بیفته، جای بمباران بشه، با یک کشور اعلام جنگ بشه، تورم بره بالا ناگهان، نمیدونم یک جای ورشکست بشه، یک کسی دوباره بیاد تهدید بکنه. و در داخل هم مردم ما در واقع مواجه با همچین شرایطی هستن. در کشوری که هیچ امنیت روانی و فکری و در واقع روحی مردم ندارن، میبینیم از حداقل امکانات هم که مردم میتونن یک مقدار استفاده
بکنن، برن جای تفریحی بکنن، این فشارهای روانی و معیشتی که بر اونها هست اونها رو خالی بکنن. میگن ای مردم چرا اصلا باید برن؟ کسایی که پول دارن برن خارج کشور، اونها باید به ما پول بدن. و این چه توجیهی است؟ و این متأسفانه عرض کردم که یک سیاستی هست که فقط در نظام‌های مثل جمهوری اسلامی که به دنبال سوء استفاده کردن از هر شکلی از بودن شهروندان خودشون هستن برمیاد. متاسفانه این بحث هم در واقع مسببی که مجلس ظاهرا به دنبال اون هست که تصویب بکنه که مالیات بر خروج مسافران رو افزایش بده دقیقا همین هست. یک حرکتی هست که این حرکت به لحاظ عقلانی و به لحاظ در واقع قانونی جای در واقع دفاع نداره، اما خب به هر حال جیب دولت خالی هست، سپاه پاسداران خرج داره، سپاه قدس خرج داره، حزب الله لبنان خرج داره، هشت شعبی خرج داره، سوریه خرج داره، باید اینجی و در واقع این پول هاست جیب مردم تامین بشه. و خب چه کسانی بهتر از کسانی که میخوان برن مسافرت و پول اونها رو بگیرین شما و به حزب الله بدین. جمهوری اسلامی هست و هزار چیز نگفته و پیش بینی نشده که هر روز باید منتظر اون باشه متاسفانه.